ماجرای مرگ امیر تتلو بر اثر ایست قلبی. با ما تو این ویدیو همراه باشید. راجبه ساعت و سقم این خبر و اینکه این خبر اصلا از کجا درز کرده باهاتون صحبت میکنم. شما هم برای اینکه ویدیوهای بعدی رو از دست ندید همین الان کانال رو سابسکرایب کنید. سلام رفقا، به کانال خودتون کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. خب حدود یک ماه تا کنسرت بزرگ امیر تتلو بیشتر نمونده و امیر تتلو اونطور که پیش بینی میشد بازم انگار میخواد کنسرت رو لغو کنه. چند روزی هستش که امیر تتلو از طرفدارش شاکیه که چرا نرفتن کنسرت رو تکمیل بکنن و سولدات بشه و هنوز یه بخشی از صندلی‌ها خالی مونده. ولی خب گویا طرفدارش هم به جای اینکه برن بلیت کنسرتش رو بخرن شروع کردن به فحاشی و توهین به امیر تتلو. همین هم باعث شده که فشار عصبی روی امیر تتلو حسابی زیاد بشه و امروز بعد از ظهر اومد اعلام کرد که کنسرتش به صورت قطعی لغو میشه. اون توی بخش کامیونیتی کانال یوتیوبش نوشت: مثل همیشه حق با منه، اما حوصله توضیح ندارم، دنبال مقصرم نیستم، همین کنسل فقط. پول بلیتاتونم پس نمیدم، چون آرلدی پول سالن دادن و کلی خرج کردیم، تموم شده رفته. تا شما باشید وقتی یه خواننده بزرگ یه کنسرت بزرگ داره اینقدر انرژی منفی ندید سمتش، خدافظ. اما درست چند دقیقه بعد از این پست اومدش یه پست جدید گذاشت و نوشت امیر تتلو به دلیل ایست قلبی درگذشت. حالا مشخص نیستش که خودش این پست رو قرار داده یا یکی از ادمیناش این کار رو کردن و اینکه معلوم نیستش که هدفش از انجام این کار چی بوده. میخواسته یه جورایی فشاری که روش هست و به طرفداراش نشون بده، یا هم که هدفش حاشیه درست کردن و جلب توجه کردن بوده. البته که قطعا اتفاقی برای امیر تتلو نیفتاده، چون که به این سرعت نمیشه که آدم ایست قلبی بکنه و سریع هم یکی بیاد پست بذاره که امیر تتلو درگذشت. شما نظرتون چیه دوستان؟ حتما نظرتون تو بخش کامنت ها بنویسید و بهمون بگید که چرا امیر تتلو این پست رو گذاشته و هدفش چی بوده. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.